عزیز، صبحتان بخیر. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشیم. درس گذشته ما پلوم نزولی و صوتی بود. ما خواهدیم که پلوم نزولی چیست، صوتی چیست. امیدوار هستم که مشکل نداشته باشیم. اگر مشکل داشته باشیم بازم با ما شریک بسازیم مشکلتان از طریق تلگرام و واتساپ. امروز جلسه ششم ماست. درس ما چیست؟ درس ما دریافت قیمت و مجموع و ضرایب پلوم ها. شما نگاه کنیم بر سلاید شاگرد عزیز. در سلاید ما بر شما چی گفتیم؟ گفتیم که اگر در یک پولینوم، سلاید ببینیم، میگیم اگر در یک پولینوم به عوض متحول یک عدد حقیقی وضع کنیم، یک عدد حقیقی به دست میاد که همین عدد حقیقی قیمت پولینوم میباشد. به طور مثال ببینیم که ما اونجا مثال براتون گفتیم، برای قیمت x مساوی به 2، برای قیمت x مساوی به 2 پولینوم px، px مساوی است به 3x جمع 2 باشد. عبارت از چی است؟ ببینید شاگرده خوب، قیمت بر ما داده قیمت x است که x مساوی به چند باشد؟ 2. px مساوی به 3x جمع 2. حالا چی باید بکنیم؟ میگه هر جای x دیدیم بجایش چند وضع کنیم؟ بجایش 2 وضع کنیم. پس میگیم px یعنی p چند؟ p 2 مساوی 3x، 3 ضرب 2 جمع 2. در نتیجه میتونیم نشته کنیم که 2 3 6 جمع 2. در نتیجه میگیم پی 2 مساوی است به 6 2 چند میشه؟ 8. پس پی 2 پولینوم دریافت کردیم چند شد؟ 8 شد. و یا به طور مثال دیگه، اگر مثال داشته باشیم، اگر یک مثال دیگه باشه برای ما که بگه جی اکس، جی اکس مساوی است به 3 اکس مربع منفی 2 اکس مثبت 5، قیمتش چند اکس مساوی به 1. به این شکل اگر یک سوال داده شده باشه میتونیم نشته کنیم که جی اکس یعنی بجای x چند؟ 1. جی 1 مساوی 3 ضرب x مربع 1 مربع منفی 2 ضرب x 1 جمع 5. در نتیجه میتونیم نشته کنیم 3 ضرب 1 مربع 1 منفی 1 2 2 جمع 5. در نتیجه میتونیم نشته کنیم که جی 1 مساوی است به 1 3 3 منفی 2 جمع 5 مساوی است به، ببین، مثبت 3 و مثبت 5 مثبت 8 منفی 2 مساوی به چند میشه؟ مثبت 6. پس قیمت پی جی یک دریافت کردیم چند شد؟ 6. اگر یک سوال باشه که چند قیمت از ما خواسته باشه، چند قیمت و از ما خواسته باشه، ما با شما اینجا یک مثال ذکر کردیم که گفتیم قیمت های پی 0، ببینید قیمت های پی 0 قیمت پی 1 قیمت پی 5 را در پولینوم چند وضع کنیم؟ در پولینوم پی اکس مساوی است 2 اکس مربع منفی 7 اکس مثبت 1. در این پولینوم گفته قیمت ها را چی میکنیم؟ علاوه میکنیم. حالا ببینید شاگرده خوب، ما جدا جدا قیمت وضع میکنیم. ابتدا مرحله اول یا حد اولش که دریافت کنیم، میگیم که پی صفر، پی صفر دریافت میکنیم. پی صفر مساوی است به 2 اکس مربع، یعنی چی؟ 2 بجای x گفته چی وضع کنیم؟ 0. میگیم 2 0 مربع منفی 7 ضرب 0 جمع 1، درست است؟ مساوی است. میگیم 2 خودش 0 که ضرب 0 شده، پس چی میشه؟ 0 منفی 7 ضرب 0 0 جمع 1. 2 ضرب 0 چی میشه؟ در نتیجه میشه 0 منفی 0 جمع 1. 0 منفی 0 0 0 جمع 1 چند میشه؟ پی 0 مساوی است 0 جمع 1 میشه پس 1. قیمت پی 0 را دریافت کردیم چند شد؟ 1. مرحله دوم، مرحله دوم از ما پی 1 خواسته. پی 1 مساوی است به، پی 1 میگه مساوی است به در این قیمتی که بر ما داده شده 2 x مربع منفی 7 x مثبت 1. گفته در این قیمت پی 1 وضع کنیم. حالا پی 1 وضع میکنیم، به جای x میگه 1 2 ضرب x مربع یعنی چی مربع؟ 1 مربع منفی 7 ضرب x یعنی چی؟ 1 جمع 1. در نتیجه میتونیم نشته کنیم که 2 خودش 1 مربع 1، 1 هفت 7 جمع 1، 1 2 2 منفی 7 جمع 1. ببین 1 اینجا است، 2 هم اینجا، 1 2 چند میشه؟ 3 منفی 7 مساوی است. پس میگیم پی 1 مساوی است به، از 3 که 7 کم شده میشه 4، علامه از حد بزرگ منفی 4. این قیمت چی شد؟ قیمت پی 1 شد که ما دریافت کردیم. حالا مرحله سومش بر ما قیمت چند دادن؟ قیمت پی 5. پی 5 پی 5 هم در امی پولینوم گفته قیمتش چی کنیم؟ علاوه کنیم.
کدام پولینوم میگیم دو اکس مربع منفی هفت اکس مثبت یک. در این قیمت پولینوم گفته پی پنج هم چی کنیم؟ وضع کنیم. حالا چی کار میکنیم؟ میگیم که بجای اکس باز هم بجای اکس قیمت چند لازم میکنیم؟ پنج. میگیم دو ضرب اکس مربع، یعنی چی مربع؟ پنج مربع منفی هفت ضرب اکس ضرب چند؟ ضرب پنج جمع یک. دو ضرب پنج مربع چند میشه؟ 25 منفی اف پنج چند میشه؟ 35 مثبت چند؟ یک. دو 25 مربع چند میشه؟ 50 منفی 35 جمع یک. پس 50 را حملام ها را با هم اول جمع میکنیم. 50 جمع یک میشه 51 منفی 35. در نتیجه میتونیم بگویم که پی 5 مساوی است با پی چند؟ متوجه هستین چی میگم؟ پی 5 مساوی است با 51 منفی 35. از یک پنج کم میشه نخیر، یک از او قرص میکنه میشه 11 که پنج کم شد 6. اینجا چند شد؟ 4. از 4 که 3 کم شد 1. حالا ما مسئله بزرگ ما چی هست؟ مثبت. پس حد مرحله 3 ما محاسبه کردیم که پی 5 ما چند شد؟ 16 شد. فهمیدین شاگردای عزیز چی گفتم؟ اگر شکل دیگه سوال بر ما داده شده باشه همچنان به می قیمت های سه قیمت گفته بر ما که او را دریافت کنیم به طور مثال به چی شکل آن ما به شما کار میکنم شاگرد عزیز. پولینوم بعدی که برای ما قیمت شخاصه گفته قیمت های جی جی منفی یک جی صفر و جی یک و جی یک را در پولینوم جی اکس مساوی است اکس بنمای پنج منفی اکس بنمای سه منفی اکس منفی یک. خب در این قیمت ها گفته قیمت های از این را وضع کنین. حالا چی میکنیم؟ ابتدا مرحله اول انجام میتیم قیمت هایش مرحله اول. مرحله اول چی است؟ جی اکس جی منفی یک مساوی است با در کدام؟ در این قیمت بالایی میگه اکس بنمای پنج منفی اکس بنمای سه منفی اکس منفی یک. در این قیمت ها علاوه میکنیم جی منفی یک، یعنی بجای اکس قیمت چند وضع کنیم؟ منفی یک. اکس بنمای پنج منفی یک بنمای چند؟ پنج. منفی اکس مکعب میگه منفی یک مکعب منفی اکس منفی یک منفی یک هم خودش. در نتیجه ببینید شاگرد عزیز یک شرطی که در قوانین طاقت وجود داره که هرگاه قاعده ما چی باشه؟ منفی باشه توانش طاق باشه علامش چی میشه؟ منفی. اگر مثبت باشه جفت باشه توانش، علامه منفی باشه توان چی میشه؟ با توان که رفع کنیم مثبت میشه. پس منفی یک بنمای پنج پنج دفعه ضرب کنیم پس چی میشه؟ منفی یک منفی خودش منفی یک بنمای سه پس میشه منفی یک. پس اینجا میگیم منفی ضرب منفی مثبت یک منفی یک مساویس منفی یک خودش منفی ضرب منفی مثبت یک مثبت یک و جمع یک هم خودش منفی یک هم خودش. حالا ببینید میگه مثبت یک و منفی یک خلاص منفی یک و مثبت یک خلاص. پی میگه در نتیجه پی منفی یک و قیمتش چند میشه؟ قیمتش صفر. درست؟ این مرحله اول. مرحله دوم بر ما ذکر شده قیمت چی رو وضع کنیم؟ صفر رو وضع کنیم. میگه جی صفر جی صفر مساویس بر جی صفر ما چند است؟ میگه اکس بنمای پنج منفی x بنمای 3 منفی x منفی 1. بجای از این بجای x میگه 0 وضع کنیم. x بنمای 5 یعنی 0 بنمای چند؟ 5 منفی x مکعب یعنی 0 مکعب این داخل قوس هم میتیم یا قوس یعنی ضرب ما رو میتیم منفی 0 منفی 1. 0 بنمای 5 چی میشه شاگرد عزیز؟ میشه 0 منفی 0 بنمای 3 هم چی میشه؟ 0 منفی 0 منفی 1 هم خودش صفر منفی صفر 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 منفی صفر صفر منفی چی مون؟ یک. پس بنابراین میتونیم بگویم که جی صفر ما مساویس به منفی چند؟ منفی یک. جی صفر رو محاسبه کنیم. مرحله سوم ما چی است؟ مرحله سوم میگیم که جی یک جی یک مساوی است با جی یک مساوی زمین قیمتی که برای ما داده شده یک لازم میکنیم. اکس بنمای چند؟ پنج. منفی اکس بنمای چند؟ سه. منفی اکس منفی یک. قیمت چند لازم میکنیم؟ یک. در نتیجه میگیم که x بنمای 5 یعنی یک بنمای چند؟ 5 منفی x یعنی یک بنمای چند؟ 3 منفی x یعنی منفی چند؟ منفی یک منفی یک. یک که 5 دفعه ضرب کنی یک یک که 3 دفعه ضرب کنی یک منفی یک ضرب یک منفی یک منفی یکم
خودش. ببینید این هر عدد علامت داره، علامتش چی است؟ مثبت است. پس میتونیم که این مثبت و منفی را خلاص کنیم. متبقی که چیز باقی مان چی است؟ جی یک. جی یک ما مساوی است با منفی یک، و منفی یک منفی چند میشه؟ دو. پس مرحله سومش رو حل کردیم، قیمت ما چند شد؟ منفی دو. این دریافت چی بود؟ مجموع ضرایب پولینوم بود که ما محاسبه کردیم. فهمید شاگردای عزیز؟ امیدوارم فهمیده باشین. کار خانگی تمرین صفحه، کار خانگی شماست، کار کنین. از طریق تلگرام و واتساپ با ما ارسال کنین. موفق و کامیاب باشین.